مرکز رسانه‌ای اورست تأثیر شعار حسینی در مسابقات ورزشی و هنر اسلامی را مورد بررسی قرار داد. همکارم در گزارش خود به برگزاری نشست اشاره نموده که با هم می‌بینیم. مرکز رسانه‌ای اورست نشستی را برای بررسی تأثیر شعار حسینی در رقابت‌ها و اجرای مسابقات ورزشی و هنر اسلامی با حضور تعداد زیادی از نخبگان در تالار اورست بغداد برگزار کرد. این نشست با سخنرانی قهرمان عرب در ماراتن دکتر سعدون ناصر در مورد تأثیر شعار حسینی در بهبود عملکرد جسمانی و دستاوردهای آن همراه بود. وی در سخنان خود به ارزش‌های نشأت گرفته از عاشورا که موجب افزایش روحیه استقامت و مبارزه در بین ورزشکاران می‌شود اشاره نمود که حاضران در این نشست با صحنه‌های احساسی و عبارات فوق‌العاده روحیه این قهرمان عرب و عملکرد شایست و سخنرانی استثنایی او را تحسین کردند. پس از آن دکتر احمد جمعه البهادلی استاد فرهنگستان هنرهای زیبا در مورد تأثیر حماسه حسینی بر هنر عربی و اسلامی به ایراد سخنرانی پرداخت. وی در سخنان خود به آثار نقاشی 60 هنرمند عراقی و عرب که در آن حماسه کربلا را در سبک‌های مختلف هنری اعم از حسی و انتزاعی به تصویر کشیدند اشاره نمود. دکتر احمد جمعه البهادلی آثار یاد شده را موجب روشنگری در میان مردم ارزیابی نمود و بر تأثیر حماسه کربلا در طول مراحل مختلف تاریخی و جهانی شدن آن تأکید کرد. اشاره وی به این نکته که حماسه کربلا بعد عمیقی به هنر جهانی می‌بخشد با استقبال زیادی از سوی حضار مواجه و محتوای ارزشمند سخنان وی مورد تحسین قرار گرفت. پس از آن هنرمند برجسته عراقی ستار الذهبی با ارائه کلیپ هایی از مرثیه ها و اشعار دلنشین حسینی فضای حزن و اندوه را به این نشست افزود. این نشست با ارائه آثار ارزشمندی از سوی شخصیت های برجسته ای مانند دکتر قاسم لزام، دکتر کریم فرهان، سرلشکر محمود الحیانی، روزنامه نگار جلیل العبودی، کاپتان محمد سلمان، مدیر انجمن هنرهای اصیل و تنی چند از چهره‌های برجسته به تأثیر سلحشوری‌های قهرمانانه واقعی کربلا در زمینه‌های مختلف پرداختند. این نشست با همراهی و تشویق زائدالوصف حاضران به پایان رسید و شرکت کنندگان نسبت به نحوه برگزاری مطلوب و متمایز مراسم حسینی که در آن اقشار مختلف هنری، ورزشی، رسانه‌ها، جامعه، دانشگاهیان و نویسندگان شرکت داشتند، تحسین خود را ابراز نمودند.